بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما دوستان خوبم. بچه ها تو این جلسه ما قانون کولون رو مطرح خواهیم کرد. در واقع میخواییم ببینیم وقتی دوتا بار در یک فاصله ای از هم قرار گرفتن چه نیروی به هم وارد میکنن و این نیرو به چه عواملی بستگی داره. خب سوالات مربوط به قانون کولون رو هم این جلسه مطرح خواهیم کرد. سوالات رو طبقه بندی کردیم و توی این جلسه بخشی از این سوالات رو که مدل خاصی هستن بررسی میکنیم و توی جلسات بعد مدل‌های دیگر رو از قانون کولون حل خواهیم کرد. این جلسه رو ببینید. میخوایم در رابطه با قانون کولون صحبت کنیم. بچه ها ببینید، دو تا بار که همنام باشن، مثلا هر دو مثبت باشن یا هر دو منفی باشن، به هم نیرو وارد میکنن. اگه همنام باشن، این نیرویی که به هم وارد میکنن جاذبه است یا دافعه؟ دافعه است. بنابراین همدیگر رو دفع میکنن، چه هر دو مثبت باشن چه هر دو منفی، کافیه همنام باشن. پس وقتی که همنام بودن دوتا بار همدیگر رو دفع میکنن. اگه ناهمنام باشن همدیگر رو جذب میکنن. پس وقتی که همنام بود ما دافعه داریم، وقتی که ناهمنام بود جاذبه داریم. بچه ها گفتیم این دوتا بار به هم نیرو وارد میکنن. نیرویی که بار Q1 به Q2 وارد میکنه این نیرو هست. من نامگذاری میکنم F1 به 2 یا F1-2. نیرویی که بار 2 به بار 1 وارد میکنه من نامگذاری میکنم F2 به 1. بچه ها این دوتا نیرو عمل عکس العمل هستن، یعنی اگر بار 1 به بار 2 20 نیوتن نیرو وارد میکنه، بار 2 هم به بار 1 همون 20 نیوتن رو وارد میکنه. اما جهتاشون رو ببینید، جهتاشون خلاف همه. پس به لحاظ اندازه‌ای نیرویی که 1 به 2 وارد میکنه با نیرویی که 2 به 1 وارد میکنه برابره، ولی به لحاظ جهت اگه اینو به صورت برداری نشون بدیم F1-2 منفی F2-1 هست. پس به لحاظ اندازه‌ای با هم برابرن. چرا؟ چون عمل عکس العملن و عمل عکس العمل هم میدونیم با هم جهتشون مختلفه، 180 درجه با هم زاویه دارن. پس بنابراین F1-2 نیروی 1-1 به 2 وارد میکنه برابر است با F2-1 نیرویی که 2 به 1 وارد میکنه. در مورد پایینی هم همین رو داریم. این نیروییه که بار 1 به بار 2 وارد میکنه، اینم نیروییه که بار 2 به بار 1 وارد میکنه. اینجا این نیرو نیروی جاذبه است، این نیرو نیرویی هست که از طرف 1 به 2 وارد میشه، اینم همینطور هم اندازه F1-2 هست، ولی نیروییه که Q2 داره به Q1 وارد میکنه و باعث میشه که اینها در واقع به سمت همدیگه حرکت کنن. در واقع نیرو جاذبه هست. خب پس اینجا عمل عکس العمل رو داریم، همون اندازه که Q1 به Q2 نیرو وارد میکنه Q2 هم به Q1 نیرو وارد میکنه. به لحاظ اندازه یکی هم به لحاظ جهت با هم مختلف هستند. حالا میخواییم بریم ببینیم این نیرویی که این دوتا به هم وارد میکنن، دوتا بار به هم وارد میکنن، به چه چیزهایی بستگی داره. توجه کنید، عوامل مؤثر بر نیروی الکتریکی بین دو ذره باردار. بچه ذره باردار رو ما بار نقطه‌ای میگیم. یک ذره باردار نمیخوایم حجم داشته باشه، میخوایم یک ذره باشه که بار داره و میخوایم ببینیم که این نیروی الکتریکی به چه چیزهایی بستگی داره. پس به ذره باردار بار نقطه‌ای میگیم، یادتون باشه. قانون کولون چی میگه؟ میگه اندازه نیروی الکتریکی یا الکتروستاتیکی بین دو بار نقطه‌ای که در راستای خط واصل آنها اثر میکنند با حاصل ضرب بزرگی آنها با
با حاصل ضرب بزرگی بارها متناسب است. توضیح میدیم. و با مربع فاصله بین آنها نسبت وارون دارد. من تو رابطه توضیح میدم. بچه ببینید، نیرومون میشه حالا یه ضریبی که راجبش صحبت میکنیم، ضرب در حاصل ضرب بارها Q1 ضرب در Q2. هر چقدر حاصل ضرب بارها بیشتر باشه، نیرویی که دوتا بار به هم وارد میکنن بیشتر خواهد بود. پس این از رابطه مستقیم F با حاصل ضرب بارها متناسبه. ببین F با حاصل ضرب بارها متناسبه. اما بچه ها، خب این مشخصه دیگه، وقتی حاصل ضرب بارهامون بیشتر باشه، مثلا فرض کنید دو حالت رو مقایسه کنیم، یه بار مشخصی داریم، یه بار 2 میکروکولونی رو در معرض این بار قرار میدیم، یه نیرویی داره، یه بار دیگه میایم یه بار 6 میکروکولونی رو اینجا قرار میدیم و در کنار نزدیک این بار قرار میدیم، در کدوم حالت بیشتر نیرو به هم وارد میکنه؟ معلومه موقعی که این 6 میکروکولونی رو قرار میدیم، چون حاصل ضرب بارها بیشتر شد تو حالت دوم. اما فاصله هم مشخصه، نگاه کنید، هر چقدر این بارهای ما از هم دور باشن، اون موقع نیروی کمتری به هم وارد میکنن و هرچی نزدیک باشن نیروی بیشتری رو وارد خواهند کرد. اما این رابطه عکس، هرچی ببینید فاصله زیاد میشه نیرو کم میشه، این رابطه عکس رابطه مجذوریه، یعنی نیرو با مجذور فاصله بین دو بار رابطه عکس داره. خب حالا بریم سراغ این ضریب ثابت که این تناسب رو به یک رابطه تبدیل میکنه صحبت بکنیم. به کا میگن ثابت الکتروستاتیکی یا ثابت کولون، که عددش به این صورت هست: 8 = 98 75 51 79 ضرب در 10 به توان 9، که اینو تقریبا 9 ضرب در 10 به توان 9 میگیریم. 9 ضرب در 10 به توان 9، این ثابت کولون هست. اما آقای کولون اومد این نتیجه‌ای که الان راجبش صحبت کردیم رو بررسی کرد و به دست آورد، به این نتایج رسید. میخوایم بریم یه مقدار با کار ایشون آشنا بشیم. بچه‌ها، کولون یه همچین آزمایشی انجام داد برای اینکه نیروی الکتریکی بین دو بار رو بتونه به دست بیاره. توضیح بدیم ببینیم آزمایش ایشون به چه شکلی بود. اومد یه میله‌ای برداشت، میله نارسانه سبکی برداشت، یک سرش بار مثبت قرار داد، یک سرش هم یک قرصی قرار داد و این میله رو توسط یک سیم کشسان در واقع به یک این انتها متصل کرد. در واقع طوری طراحی کرد که این میله ما بتونه بچرخه، یک چرخشی رو داخل استوانه داشته باشه. استوانه رو مدرج کرد و از این روزنه بار منفی رو فرستاد داخل این استوانه شیشه ایمون. بار مثبت و منفی بچه‌ها به هم نیرو وارد میکنن و باعث میشه این میله بچرخه. خب میزان چرخش این میله تا اینکه به یک حالت تعادلی برسه به ما کمک میکنه با استفاده از اون زاویه‌ای که در واقع از روی این درجه که توی استوانه حک شده به دست میاریم، میتونیم نیرویی که این دوتا بار به هم وارد میکنن رو تشخیص بدیم و اینکه بفهمیم به چه چیزهایی بستگی داره. فاصله شون رو اینجا میتونیم، مقدار خود دوتا بار رو میتونیم تعیین بکنیم و در نهایت همونطور که گفتیم، در نهایت به این نتیجه رسید که نیروی الکتریکی با حاصل ضرب دو بار رابطه مستقیم داره و با مجذور فاصله شون رابطه عکس خواهد داشت. خب بچه‌ها، ما یکای کارو نوشته بودیم برای شما، الان میخواییم به دست بیاریم که خودتونم یاد بگیرید یکای یکی از پارامترهای روابط رو یه وقت از شما خواستن بتونید حساب کنید. ببینید الان میخواییم یکای این کار رو محاسبه کنیم. کا بچه ها، این نیوتن هست، اف آرمون متر هست و کیومون کولون، این کیو هم کولون هست. خب پس چی شد؟ این طرفش که شد نیوتن، این که یکاشو میخوایم، این شد کولون به توان 2، این هم شد متر مربع. الان یکای کار رو میخوایم به دست بیاریم. یکای کار میشه نیوتن متر مربع بر مجذور کولون. این پس
یکای کا. بچه وقتی که دو تا بار در فاصله آر هستن و به هم نیرو وارد میکنن، اگه ما بیایم فاصله دو بار رو تغییر بدیم، فاصله دو بار رو تغییر بدیم، میخوایم ببینیم نیرو چجوری تغییر میکنه. همونطور که تو رابطه میبینید F با R دو رابطه عکس داره، با مجذور R رابطه عکس داره. نمودارش بچه ها یه همچین نموداری میشه. هرچی R زیاد میشه F کم میشه، هرچی R زیاد میشه F کم میشه. پس رابطه عکس با مجذور فاصله رو داره. خب بریم چند تا سوال حل کنیم. از اول نه. خب بریم این سوال حل کنیم. دو ذره به بارهای 5 میکروکولون و 1 میکروکولون که هر دو مثبت هستند در فاصله 3 سانتی متری یکدیگر قرار گرفتند. الف، نیرویی که بار Q1 به Q2 وارد میکند چند نیوتن است؟ ب، نیرویی که بار Q2 به Q1 وارد میکند چند نیوتن است؟ بچه‌ها ما گفتیم وقتی که دو تا بار داریم که در یه فاصله ای از هم قرار گرفتن، مثل این سوال، اگه هم نام باشن همدیگه رو دفع میکنن و این نیرو، نیرویی که بار شماره 1 به بار شماره 2 وارد میکنه، اندازش با نیرویی که بار شماره 2 به بار شماره 1 وارد میکنه برابره. چرا؟ چون عمل عکس العمله. نیرویی که این بار به این بار وارد میکنه برابر است با نیرویی که این بار به این بار وارد میکنه. بنابراین اندازه این دوتا نیرو یکسانه و از رابطه کا Q1 Q2 به روی R2 به دست میاد. بریم محاسبه کنیم. بچه کامون 9 ضرب در 10 به توان 9 هست، Q1مون 5 ضرب در 10 به توان منفی 6. دقت کنید حتما باید این بارها رو بر حسب کولون قرار بدیم، R رو هم بر حسب متر. خب این Q1 Q2مون هم 1 ضرب در 10 به توان منفی 6 به روی Rمون 3 به توان 2 میشه 9. من میخوام یعنی سانتی متر مربع شد. 3 به توان 2 میشه 9 سانتی متر مربع. 9 سانتی متر مربع، میخوام ببینیم چند متر مربع. سانتی رو برمیداریم، 10 به توان منفی 2 به توان 2 میرسه 10 به توان منفی 4. پس بچه‌ها ما اینجا یادمون باشه همیشه سانتی متر رو به توان 2 برسونیم، یه 10 به توان منفی 4 هم ضرب کنیم. میکروام که معلومه 10 به توان منفی 6، اگه نانو بود 10 به توان منفی 9. بچه دقت کنید، منفی 4 میاد با این 10 به توان 9 میشه 10 به توان 13، با این 10 به توان 12 میشه 10، این 9 هم با این 9 میره، 5 ضرب در 10 هم میشه 50. 50 نیوتن نیروی خواهد بود که بار 1 به بار 2 وارد میکنه و همینطور نیرویی که بار 2 به بار 1 وارد میکنه، هر دو دارن به هم نیروی 50 نیوتن رو وارد میکنن. سوال بعدی، دو بار الکتریکی نقطه‌ای و مساوی در فاصله 30 سانتی متری از هم قرار دارند و نیروی 4 نیوتن را بر هم وارد میکنند، اندازه بار هر کدام چند میکروکولون هست؟ بچه رابطمون F برابر با کا Q1 Q2 به روی R2 هست. F رو به من داده 4 نیوتن، 4 نیوتن برابر با کا 9 ضرب در 10 به توان 9. گفته دو تا بار مساوی، یعنی اندازه هر کدوم با هم برابره، ما با کیو نمایش میدیم، این اندازه هر کدوم رو با کیو نمایش میدیم. اینجا بس میشه کیو ضرب در کیو یا کیو به توان 2. آرمون چقدر هست؟ 30 هست. 30 به توان 2 بچه ها میشه 900. برای اینکه سانتی متر مربع رو به متر مربع تبدیل کنیم، ضرب در 10 به توان منفی 4 می‌کنیم، چون سانتی 10 به توان منفی 2 به توان 2 10 به توان منفی 4. خب بچه‌ها این 9 با این 9 ساده میشه، این میشه 10 به توان منفی 2، میاد بالا میشه 10 به توان 11 و این Q2 مون میشه 4 تقسیم بر 10 به توان 11 یا 4 ضرب در 10 به توان منفی 11 برابر با Q2 مون. خب من یه طوری بنویسم بتونم ازش جذر بگیرم بچه ها.
یه دونه این اعشار این رو بدم به توان این میشه 4 ضرب در 10 به توان منفی 12. الان میتونم ازش جذر بگیرم چون این جذر داره، اینم جذر داره. جذر 4 میشه 2، جذر 10 به توان منفی 12 میشه 10 به توان منفی 6. 10 به توان منفی 12 رو جذر بگیریم میشه 10 به توان منفی 6. خب حالا این چیه بچه ها؟ یکاش کولونه، چون من رابطه‌ای که استفاده میکنم همه چیز توش SI، بنابراین وقتی کیو رو به دست میارم بر حسب SI به دست میارم که کولون هست. خب بر حسب میکرو کولون خواسته 10 به توان منفی 6 رو بردارید به جاش بذارید میکرو، پس 2 میکرو کولون جواب مسئله ما خواهد شد. سوال بعدی، بار الکتریکی 5 میکروکولونی را در چند سانتی متری از یک بار 4 میکروکولونی قرار دهیم تا بر آن 18 نیوتن نیرو وارد شود. بچه ها رابطمون F برابر با Q1Q2 به روی R2 هست. قرار شده که 18 نیوتن بر هم نیرو وارد کنن. کامون 9 ضرب در 10 به توان 9 هست. Q1مون 5 ضرب در 10 به توان منفی 6 به کولون تبدیل میکنیم. 4 ضرب در 10 به توان منفی 6 به روی R2. الان دنبال R هستیم. بچه ها این صورت رو محاسبه کنیم. 10 به توان منفی 12 با 10 به توان منفی 9 میشه 10 به توان منفی 3. این 9 با این 18 ساده میشه، میشه 2. پس این طرف شد 2، این طرف R2. اینم 5 ضرب در 4 میشه 20. باز هم اینجا میتونیم این 2 رو با این 2 ساده کنیم، اون طرف بشه 1. طرف این وسطه می کنیم، R2 برابر میشه با 10 به توان منفی 2. جذر میگیریم میشه 10 به توان منفی 1. 10 به توان منفی 2 جذر بگیریم میشه 10 به توان منفی 1 یا 1/10 بچه ها متر. اون چیزی که از این رابطه به دست میاد SI هست، میشه 1/10 متر. گفته در چند سانتی متریش قرار بدیم، این رو باز ضرب در 100 کنیم به سانتی متر بیان بکنیم میشه 10 سانتی متر. پس ما کافیه در 10 سانتی متری این بار قرار بدیم. سوال بعدی، دو کره کوچک از فاصله 20 سانتی متری همدیگر را با نیروی 4.5 نیوتنی میرانند. اگر مجموع بار دو کره 12 میکروکولون باشد، بار هر کره چقدر است؟ بچه ها رابطمون F برابر با Q1Q2 به روی R2 هست. قرار شده نیرومون چقدر باشه؟ 4.5. کامون 9 ضرب در 10 به توان 9 هست. این Q1، این هم Q2، هیچ کدومو نداریم، فقط جمعشون رو داریم. در چه فاصله 20؟ 20 به توان 2 400 سانتی متر مربع به متر مربع ضرب در 10 به توان منفی 4. خب بچه ها این 4.5 با این 9 ساده میشه، اینجا میشه 2، این 2 با این 4 ساده میشه، میشه 200. خب از اینجا Q1 Q2 رو پیدا کنید بچه ها، حاصل ضربشون رو میخواییم پیدا کنیم. این X ما هست، چی میشه؟ میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 4 طرف وسطه تقسیم بر 10 به توان 9 که میاد بالا میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 13. این حاصل ضرب دوتا بار هست. بچه ها این رو، این حاصل ضرب رو من میخوام بر حسب میکروکولون بنویسم. 10 به توان این در واقع 20 ضرب در 10 به توان منفی 12 هست. در واقع حاصل ضرب دو بار بر حسب، ببینید دو تا میکروکولون داریم، میکرو ضرب در میکرو میشه 10 به توان منفی 12، اون عدده در هم ضرب بشه باید بشه 20. پس بر حسب میکروکولون حاصل ضرب دو تا بار باید بشه 20، جمعشون بشه 12. جمع دوتا بار بشه 12. خب بچه ها دوتا عدد بگید ضربشون بشه 20 و جمعشون بشه 12. اون دوتا عدد
کدوم دو تا عدد هستن؟ 10 و 2. 10 و 2 ضربشون میشه 20 و جمعشون میشه 12. خب این رو حالا راه دیگه ای هم داشت به جز اینکه حالا اعداد رو حدس بزنیم. ما میایم یکی از Q1 Q2 رو از رابطه پایین پیدا میکنیم، مثلا Q1 رو پیدا میکنیم میشه 12 منهای اندازه Q2. بعد اینو چیکار میکنیم؟ اینو میایم تو این رابطه بالایی قرار میدیم. دقت کنید این طرف مینویسم، به جای Q1 قرار شد بذاریم 12 منهای Q2. Q2 هم که خودش هست، این باید بشه 20. این رو ضرب میکنیم میشه 12 Q2 منهای Q2 به توان 2 منهای 20 مساوی با 0. این یه معادله درجه 2 میشه که از اینجا Q2 ما به دست میاد 2 و Q1 اندازه Q2 مون میشه 2 میکروکولون، اندازه Q1 مون میشه 10 میکروکولون. سوال بعدی، در مدل بور برای اتم هیدروژن فاصله الکترون از پروتون هسته در حالت پایه 5.3 × 10^-11 متر است. اندازه نیروی الکتریکی که پروتون به الکترون وارد می کند را محاسبه کنید. به در هسته اتم هلیوم 2 پروتون به فاصله تقریبی 2.4 × 10^-15 متر از هم قرار دارند. اندازه نیرویی که پروتون ها بر هم وارد می کنند را محاسبه کنید. الف گفته پروتون و الکترون چه نیرویی به هم وارد می کنند؟ F برابر با K Q1 Q2 به روی R2. F رو می خواهیم حساب کنیم، میشه 9^10^9. بچه ها بار پروتون چقدره؟ بار پروتون همون بار الکترون اندازش، یعنی 1.6 × 10^-19. بار الکترون چقدره؟ اونم که میدونیم 1.6 × 10^-19. گفته در چه فاصله ای؟ در فاصله 5.3 × 10^-11 آر به توان 2 بود، حواستون باشه. این رو محاسبه کنیم بچه ها، 8.2 × 10^-8 رو به دست میاریم. این میشه نیرویی که پروتون و الکترون به هم وارد میکنن. اما قسمت ب، دو تا پروتون رو گفته به هم چه نیرویی وارد میکنن. دو تا پروتون K1Q2 به روی R2، پس Fمون برابر میشه با 9^10^9. Q1مون بچه ها بار پروتون چقدره؟ 1.6 × 10^-19. اون یکی پروتون بارش چقدره؟ اونم همینه، 1.6 × 10^-19. در چه فاصله از هم قرار دارن؟ 2.4 × 10^-15 باید به توان 2 برسه. بچه ها میشه 40 نیوتن. نیروی خیلی زیادیه، نیروی زیادیه که باعث فروپاشی هسته میتونه بشه. و اما چرا این هسته ما این اتفاق براش نمیفته با وجود اینکه این نیروی زیاد دافعه الکتریکی دارن؟ بچه ها یک نیرویی هسته رو در واقع کنار هم، در واقع اجزای هسته رو کنار هم قرار داده، نگه داشته که بهش میگیم نیروی هسته‌ای. سوال بعدی، دو گوی رسانا کوچک و یکسان به بارهای Q1 برابر با 4 نانوکولون و Q2 برابر با -6 نانوکولون را در نظر بگیرید. الف در فاصله 30 سانتی متری به هم چه نیرویی وارد می‌کنند؟ این نیرو رانشی است یا ربایشی؟ قسمت ب، اگر دو گوی را با هم تماس دهیم و مجدداً در فاصله 30 سانتی متری قرار دهیم چه نیرویی به هم وارد می‌کنند؟ این نیرو رانشی است یا ربایشی؟ و قسمت ج، نیرویی که دو گوی در حالت دوم به هم وارد می‌کنند چند برابر حالت اول هست؟ بچه‌ها در حالت اول F برابر با K Q1 Q2 به روی R2. میخوایم این نیرو رو محاسبه کنیم. 9^10^9، Q1مون 4^10^-9، نانو 10^-9 هست، باید به کولون تبدیل کنیم که یه 10^-9 مینویسیم. اون یکی هم که 6^10^-9 هست، به روی 30^2 میشه 900^10^-4 که تبدیل، که در واقع سانتی متر مربع به متر مربع تبدیل بشه. بچه ها این 9 با این 9 ساده میشه
4 ضرب در 6 میشه 24 و اینجا یه ضرب توان منفی 2 میاد بالا. این که با این ساده میشه ضرب توان 9 با ضرب توان منفی 9. ضرب توان منفی 2 میاد بالا با ضرب توان منفی 9 میشه ضرب توان منفی 7. ببینید ضرب توان منفی 2 میاد بالا مثبت میشه با ضرب توان منفی 9 میشه ضرب توان منفی 7 نیوتن. حالا چی؟ در حالت بعدی اومدیم دوتا گوی رو به هم وصل کردیم، تماس دادیم و مجدداً جدا کردیم. بار اولیه Q1 به علاوه Q2 بچه ها برابر میشه با جمع جبری این دوتا، برابر میشه با جمع جبریشون در حالت دوم. اینا چی به ما میگفت؟ پایستگی بار میگفت. میگفت جمع جبری این دوتا گوی بارهاشون اگه جمع جبری کنیم در حالت اول و حالت دوم برابره، چون نه باری از اینا خارج شده نه باری بهشون اضافه شده. بچه ها وقتی که اینا رو به هم تماس میدیم، چون دو گوی ما یکسان هست، اندازه در واقع بارهامون در حالت دوم با هم برابر خواهد شد. برابر با چقدر میشه؟ وقتی این دوتا برابر بشن چه نتیجه میگیریم؟ مثلا به جای Q2 پریم میتونیم چی بذاریم؟ بذاریم Q1 پریم. پس میشه دو تا Q1 پریم برابر با Q1 به علاوه Q2. Q1 پریممون میشه Q1 به علاوه Q2 دوم. Q1 پریم بچه ها با Q2 پریم برابر خواهد بود. پس بار هر گوی رو میتونیم محاسبه کنیم. کافیه جمع دوتا بار رو، جمع جبری دوتا بار رو که میشه 4 منهای 6 تقسیم بر 2 کنیم که میشه منهای 2 تقسیم بر 2 میشه منهای 1. بار هر گوی در حالت دوم میشه منفی 1 نانو کولون. حالا نیرو رو محاسبه کنیم. F برابر با K Q2 به روی R2. کامون 9 ضرب در 10 به توان 9 هست. بارمون 1 ضرب در 10 به توان منفی 9، اون یکی هم همینه، 1 ضرب در 10 به توان منفی 9 تقسیم بر R به توان 2 یعنی C به توان 2 که میشه 900 ضرب در 10 به توان منفی 4 به خاطر اینکه تبدیل بشه به متر مکعب. خب 9 با این 9 ساده میشه. اینجا این 10 به توان 9 میره، 10 به توان منفی 2 میاد بالا میشه مثبت، اینجا میشه 10 به توان منفی 7 نیوتن. خب حالا در حالت الف بچه ها این نیروه در حالت الف رانشی بود یا ربایشی؟ ربایشی یا جاذبه بود. چرا؟ چون یکیش مثبت بود یکیش منفی. بچه ها در حالت دوم چه اتفاقی افتاد؟ در حالت دوم بار هر کدومشون منفی شد، دوتا منفی همدیگر رو دفع میکنن. پس در حالت دوم دافعه یا رانشی داریم. اینم از نیروهاشون که محاسبه کردیم. اما قسمت بعدی گفته نیرو در حالت دوم چند برابر حالت اوله؟ کافیه 10 به توان منفی 7 رو به 24 ضرب در 10 به توان منفی 7 تقسیم کنیم که میشه 1 24 در حالت دوم 1 24 میشه.